بعد کتاب دکتر شان صحبت کرد برای ما در مورد انواع و اقسام غیبت ها و لاشون هارا و صحبت هایی که نادرست هست و چه نکته هایی هستش که انسان باید بهش توجه داشته باشه. صحبت کرد حالت هایی که میشه بیان در مورد کسی که میبینیم اشتباهی داره، آوانی داره، میشه همه جا بیان بگن در موردش صحبتش کنن. در چه حالت هایی هست؟ موقعی هستش که چندین بار به یه نفر اخطار دادن قبول نکرده و همینطور شرط بعدی هستش که خود طرف که داری طور حرفی میزنه 100% خودش دیده باشه نه که شنیده باشه و همینطور موقعی هم که یه چیزی رو میخوان به اجبار به دیگران بگن که درس عبرتی باشه مردم دیگه دنبال چنین اشتباهاتی نرن اجازه هم نداره که اغراقش بکنه. همون چیزی که واقعیت هست باید این رو بیادش و عنوانش بکنه. این چیزی هستش که برامون صحبت کرد. خب حالا ادامه میده در مورد خصلت‌های افراد که چگونه هست و در چه موردی هستش که انسان میتونه اینا رو بیاد بیانش کنه یا چه چیزایی هستش که اجازه نداره بخواد برای دیگران بگه. برای مثال اگر نفر یه چیزی رو میشنوه، مثلا فلان خانم هستش ایشون دندون درد شدید داره و همش دلش میخواد که دنبال فلان دکتر دندون پزشک بره که بتونه درمانش کنه، تا اینجا اگر توی چیزی بگه اشکال نداره، ولی اگر که بخواد بیاد ادامه بده بله این اصلا میخواد بره پیش فلان دکتر بره یا مثلا پول کمتر میگیره، همش فکره ای هستش که جایی بره که هزینهش کمتر باشه، این خیلی دست به خرج نیست. همه اینا ممکن راست هم باشه اما ما اجازه چنین گفتارها و چنین صحبتهایی رو نداریم، یعنی به ما مربوط نیستش که بخواهیم در زندگی دیگران دخالت کنیم. خب حالا اگر که یه موقع لازم میشه ما میخواهیم بیریم و اطلاعاتی از یه نفر پیدا بکنیم، یه موقع هستش که لازم هست برای ازدواج هست یا موردهای دیگه هستش میخواد بره شریک بشه، میخواد بره معاملهی باش انجام بده، وقتی میخواد اطلاعاتی از ایشون کسب کنه اولا نزد دشمنش نباید بره، نباید بره پیش کسی که مخالفش هست و دشمنش هست، خودش میدونه میگه حالا خوب جایی هست، هر که واقعیت هست برای من میگه، میگه نه نباید که چنین کسی بری، این معلوم هستش که دشمنش هست، ایش وقت خوبیش تعریف نمی کنه و حتما یه چیزی هم که حتی راست دیده باشه چهار تا دیگه هم اضافه بهش میکنه، یه چیزی هم که فلانی دیده فلان چنین کاری انجام داده بله میاد اضافه ترش هم میکنه به خاطر چی؟ به خاطرش بله فلانی هستش که ایشون صحبه اصلا نمیاد کنیسا، پس اینجاش درسته، ولی یه دفعه اولا اجازه نداره که توی چیزی بگه، این معلوم نیستش که اصلا کجا هست، معلوم نیستش که ایشون وقت چجور میگذرونه، شبا تا ساعت چند بیدار هست، کجا هست، گردشه، تفریه، من نمیدونم کجا میره، فکر میکنه که حالا این دیگه آنش نارا نیست، من نمیدونم کجا میره، ولی معلوم نیستش که چرا همیشه دیر میاد. بنابراین وقتی میخواد بیاد پرسجوی انجام بده اولا نزد دشمن طرف نباید بره، یا معمولا کسی که رقیبش هست، رقیب هم معمولا از رقیب خودش خوشش نمیادش، فلان تاجر، فلان کفاش، فلان کسی که لباس فروش هستش، معمولا با کسی که همشغل خودش هست مخصوصا اگر کنار دست خودش باشه خیلی رابطه خوبی ممکنه با هم نداشته باشن، پس سعی کن که اگرم که بخوای بری حقیقتها رو متوجه بشی جایی بری که طرف مقابل بدونی با غرض صحبت نمی کنه، چیزی که واقعیت هست میاد بیانش می کنه. بعد واضح باشیم که مسئله لاشونهارا حتی به خانواده هم مربوط میشه، یعنی این نیستش که بگیم خب لاشونهارا با قوم و خویش اشکال نداره، حتی میبینیم چقدر مهم هستش نسبت بچه های خودش،
از بچه های خودش هم نمیتونه بیاد غیبت کنه پیش دیگران. بچه من اصلا خیلی تنبل هستش، هر کاریش میکنم اصلا تو گوشش نمیره، هرچی من بهش بگم اصلا یه فرمونی هم تو منزل نمیبره، یه چیزی که من بهش بگم اصلا انجام نمیده. این هم باز خوب نیستش که حتی در مورد بچه های خودش، در مورد حالا البته اگر پدر و مادر باشه، اگر پدر هست انشالله همیشه عاقبت به خیری باشه و عمر خوب باشه، عمر با عزت همه داشته باشه، ولی وقتی به سن بالا برسن، پدر به سن بالا میرسه، مادر به سن بالا میرسه، اگر تو منزل هستن و همینطور مشغول کار اینا هستش، غرولان نباید بزنه، چون میسوای بسیار بزرگی هست داره انجام میده، میسوایی هستش که حد و نهایت نداره. کبه اتابی خوابیتی میخوا لمعن یعری خون یا میخوا، اگر احترام بگذاری به پدر و مادر لمعن یعری خون یا میخوا، عمر طولانی میشه، یعنی هم پاداش توی دنیا داری و هم طول عمر به علام شکولو آروخ هستش، یعنی دنیای دیگر آرامش و پاداش خیلی خوبی دارید خواهی داشت. در چه صورت؟ در صورتی که انسان نکشه، حالا زحمت خودش میکشه، ولی هر جایی که میاد و میره من چقدر زحمت مادر رو میکشم، همش صبح تا شب، من که دیگه اصلا صبح تا ظهر سر کار نمیرم، صبح تا ظهر همش دارم میرم به اینا سر میزنم، کمک اینا میکنم، اینطور چیزا و اینطور صحبت هایی میشه گفت یا نه؟ کلا نباید بگه، فقط زمانی میتونه بگه که مثلا میخواد به یه نفر دیگه یاد بده، میخواد به یه نفر دیگه مثلا اون مثلا احترام مادر نگه نمیداره، احترام پدر نگه نمیداره و یه کار میخواد بکنه که او هم تشویق بشه، اینطور حالت هایی بله، اگر واقعا منظورش هست بله من صبح تا شب کار میکردم به خاطر احترام مادرم که احتیاج به پرستاری داره، من اومدم صبح تا ظهر دیگه سر کار نمیرم، درآمد کمتر گیرم میاد، ولی اشکال نداره، میسای بزرگی هست که انجام میدم. اگر منظورش ای باشه که یه نفر دیگه تشویق بشه، او هم به همین شکل احترام بگذاره به پدر و مادرش، بله اینجا مجاز هست. و در غیر این صورت اگر که بخواد فقط منم بزنه، منم که این کار را انجام میدم، این خوب نیستش و صحیح نیستش که بخواد چنین صحبتهایی از دهان در بیاره. این چه هستش؟ موقعی هستش که بدیشون نمیگه، ولی دیگه وای به اون موقع هست که بدیشون بگه، من دیگه عاجز شدم از دست مادرم، دیگه عاجز شدم، یا اصلا پیر شده، دیگه اصلا من صبح تا شب باید به فکر اینها باشم، بابای من دیگه سنی ازش گذشته، من تمام وقتم دارم برای اینا صرف میکنم، دیگه از زندگی ول شدم. اگه تو چیزایی بخواد بگه، این ارزش نسبا بسیار میاره پایین و بعضی وقتا به لاشون داره هم بخواه، یعنی اگر یه حرفایی بزنه آدیگه عاجز شدم از دست اینا، اینا لاشون داره هم جزش میادش. دسته که باید دقت داشته باشین در صحبت ها و در کلام، مثال دیگه که حالا حافظ فهیم اینجا اشاره میکنه، یه موقع هستش که دو نفر همدیگه رو میبینن، اینا همکلاسی همدیگه بودن، همکلاسی همدیگه بودن چندین سال قبل، ما هم توی یک کلاس بودن، معمولا وقتی که به همدیگه برسن خیلی ذوق زده میشن، خوشحال میشن، برمیگردن به گذشته، همشون برمیگردن، بله ما با همدیگه 10 سال با همدیگه توی مدرسه درس خوندیم، 10 سال با همدیگه کنار دست همدیگه روی یه نیمکت نشسته بودیم، اینا کم کم کشیده میشه به چی؟ خب حالا شاگردا یادت هست، فلانی یادت هست، هر موقع میومد پای تابلو چی درس بلد هست، فلانی یادت هستش، فلان معلم، فلان معلمی که یه همه بد اخلاق بود، تو اینجا هم معمولا لشونارا زیاد پیدا میشه. بنابراین خیلی خوب تا اندازه ای که غیبت نباشه بس، خیلی سواله، ولی هایی که میخواد صحبت بشه از فلانی، فلانی خیلی تنبل بودش، فلانی هر وقت میگفتن پول بیار مدرسه، ایشون نیست وقت پول نمیابر، نمیش داشت نارسیده، پس تا میرسه به چنین مطلب هایی یک موضوع رو باید عوضش کنه، یعنی باید دقت داشته باشه که توی طور مواردی غیبت و لاشونارا پیش نیادش. یا
حتی رفیق دوره زبونی هستش، یه همشهریش میبینه، از کشور دیگه اومده اینجا، یه دفعه ها کسی که همکلاسیش بوده، همشهری خودش بوده، تو شهر خودش با هم بودن، همدیگه رو میبینن. همیشه توی طور مواردی هست که دلشون میخواد اطلاعاتی به همدیگه رد و بدل کنن. توی اطلاعات ها خیلی باید مواظب باشه که توی اینا هم باز غیبت و لشون آرا وجود نداشته باشه. خب حالا تا اینجا ما متوجه شدیم این کتاب خیلی چیزا به ما یاد میده که خیلی آدم باید مواظب به زبانش باشه. خیلی صحبت ها، خیلی حرف ها هستش که ما فکر نمی کنیم لشون آرا هستش، ولی غیبت به حساب میادش. وقتی انسان میاد اینا رو مطالعه میکنه، تازه به خود میاد که خدا من ببخش، من اشتباه کردم، چقدر آوان سنگینی است که از من سر زده، چقدر صحبت ها ما کردیم لشون آرا بوده، غیبت بوده، و حالا باید ازش عذرخواهی کنه و بیاد تشوبه داشته باشه. مثل هر چیز دیگه که تشوبه داره، اینجا باید بیاد تشوبه کنه. طرف غذای غیر کاشر خورده، طرف ایشون خیروشبات کرده، هر چیزی که ما فکرش بکنیم، سوسی نپوشیده، تفلی نپوشیده، بیاد تشوبه میکنه. اما برای لشون آرا هم انسان باید تشوبه بکنه. لشون آرا فرقش چی هست با چیزهای دیگه؟ لشون آرا این هستش که چون صبح تا شب خیلی ما حرف میزنیم، صحبت میکنیم، این دیگه تو صحبت ها مقداری عادی هست حرفایی که میزنیم، اصلا که چیزایی دیگه ممکنه اینجوری نباشه. حرفای شبات فرسون نفته یه بار هست، تفیلین مثلا ما میپوشیم، تفیلین مثلا در طول روز فرسون یک ساعت تن آدم هستش، هر کدوم از اینا یه مدت کوتاهی هست، بلاخره میگیم اشه یا سر میگیم، ولی مسئله زبان صبح تا شب آدم از زبان استفاده میکنه و حرف میزنه، و توی حرفا چون آدم درش نمیخواد سکوت داشته باشه، همطور که با رفیقا دوستا میشینه برخورد میکنه، توی خیابون راه میره، از این ور از این ور صحبت میکنه، و احتمال این که حرف لشون آرا و غیبت از زبان بیرون بیاد خیلی زیاد هست. پس تا هلخا رو انسان نخونه متوجه نمیشه که یه حرفایی که زده لشون آرا بوده و غیبت بوده. و اینا چی هست؟ اینا لشون آرایی هستش که ضرر به کسی نزده. اگر ضرر زده باشه که دیگه او درد سرش خیلی بیشتر از بشه. موقع شخصی میاد تو شیعه راوی دیگه جرم را جوری بوده، من پای سر فلانی حرفا زنم، پای سر فلانی صحبت های کردم، حالا من میخوام تشوبه بکنم، چه کار بکنم؟ ایشون بهش میگه که برو چند تا مرغ شیطا کن بیا تا من بعد بهت بگم. چون میگه خیلی خوب، چند تا مرغ شیطا میکنه میاردش. بعد که میاردش میگه خیلی خوب، برو همه اینا پراش بکن، پراش بکن، آماده کن و توی کیسه کن، بردار بیا. مثلا این کار انجام اولش پرا رو میکنه توی کیسه برداره میاره، وقتی میاد تحویل راه میده، میگه خیلی خوب بیا بدیم تو حیات، میبردش، همه اینا میریزه تو هوا، همش پخش میشه. وقتی پخش میشه میگه برای اینا جمع کن. چی من جمع کنم؟ خیلی سخته، دونه دونه من این پرها بخوام بشینم یکی یکی جمع کنم، با هر مشقتی هست میدوره دنبال این پره، میدوره باد میزنه، چهار تا دیگهش میبره او بر، چهار تا دیگهش میبره او بر. میگه سخته. حالا بهش میگه ببین، من میخواستم همین بهت بگم، لاشون آرا مثل چی هست؟ مثل همین پره. ما یه موقع هستش که این پشت سر یه نفر حرف زدیم، مثل پری هست که میپره. بعضی وقتا خیلی سخته لاشون آرایی که آدم گفته برش کردیم. یه موقع هست که آدم یه صحبتی پشت سر یه نفر کرده، حالا هر کاری هم بکنه سخته که برش کردیم. ممکن هستش که به چهار نفر گفته باشه و اینا شنیده باشن، دیگه اصلا دسترسی به اینا نباشه اول که بخواد بهشون بگه من اشتباه کردم حرفایی که زدم، و بعدش هم یه موقع میاد اصلاحش هم میکنه، مردم دیگه باورشون نمیشه، نه من یه چیزی شده تو الان داریم یه حرفت برمیگردونی. تو ذهنشون ممکنه این نظر بد مونده باشه، و یه موقع هم هستش که ممکنه مدت ها گذشته باشه، یه هم برای نفر دیگری تو تعریف کرده، یه هم برای یکی دیگه تعریف کرده، یه هم برای نفر دیگه تعریف کرده، و همین شاید باعث شده باشه که
کسی حاضر نشده باشه بیاد دخترش بگیره، پسرش بگیره، کسی راضی نشده باشه بیاد مثلا منزلش بخواست اجاره بده بیاد اجاره کنه، مردم ازش کنار کشیدن. شاید هیچ کس هم ندونه، نه خودش میدونه به خاطر چی هست، نه طرفی که لاشونا را گفته، ولی اینا اثرات غیبت و لاشونا را هست. به واقع برشید گیم ببینید این آثارش خیلی سخته. بیدم من تشویبش هم مشکل هست، تشویب باید آدم بکنه، ولی چجوری باید تشویب بکنه؟ حالا اینجا حالا حافظ خیلی میخواد به ما توضیح بده روش تشویب کردن برای گفتنهای لاشونا را و کسایی که از زمانش غیبت و لاشونا را در اومده چجوری هستش. اولا من ما توضیح میده که بستگی داره اول چقدر رو دیگران اثر گذاشته. این فرق میکنه. یه موقع آدم عصبانی شده با یه این نفر دعواش شده تو کلیسا، فرض کنیم 50 نفر هم نشستن، جلوی 50 نفر یه حرف بدی به یادم زد، آه تو فلان، من خودم دیدم تو یادت نیستش فلان جا فلان روز رفتی چی کار کردی، یه دفعه یه حرف پشت سرش میزنه 50 نفر هم شنیدن. حالا این 50 نفر این رفته ای به ای گفته، یا به او میگه، او به او میگه، بحثت منفیش اینجا مشخص میشه. پس اینجا 50 نفر شنیدن، یا مقصد نه برای یه نفر تعریف کرده، فقط برای یه نفر تعریف کرده. یه آدم بسیار عقبازی هست، یه آدمی هستش بسیار خسیص هستش، یه آدمی هستش بسیار عصبانی هستش. حالا اگر یه نفر هم برای دیگران تعریف کرده باشه که باز من برای، ولی خلاصه اینجا یکی هستش. پس تأثیرات این نکته هستش که با هم تفاوت داره، کجا بوده، چی گفته، چه حرف بوده. خب حالا نکته هایی که وجود داره، یه موقع هستش که کسی که ما براش تعریف کردیم اصلا باور نکرده، یه حرفا چی هست رو میزنیم، پس یه آبونه ما کم تر میشه، یه حرف بدی زده ولی مثلا بی احترامی به کسی نبوده، خیلی مثلا آبروزی برای طرف نبوده. یه موقع هستش که مثلا پشت سر طرف یه چیزی گفته، مثلا ایشون شبا، من مثلا دیدم یه جا با هم بودیم، مثلا شبا شمعیستن من میخونه و میخوابه، ایشون رو پشت سرش گفته ولی ضرر به کسی نمیزنه. یه کلمه در مورد طرف گفتیم، این رو خانوادهش و رو فامیلش و رو زندگیش و اینا تأثیری نداره. این میشه چی؟ این میشه آبون چه بین آدم لماخون، یه گناهی هستش که بین انسان و خدا هستش. و خب این تشوباش ساده تر هست، ولی گفتیم هر چقدر که بیشتر گسترش پیدا کرده باشه و مسئله سخت تر باشه، تشوبه هم سخت تر میشه. در مورد آبونهای دیگر، آبونه که آدم کرده باشه، کلن تشویه چجوری هستش؟ چند تا مورد هست که برای همه آبونه همی جوری هستش. اولا خراتا، پشیمونی، آدم پشیمون میشه بر گذشته خودش، اشتباهی که ازش سر زده، سالا خیلول شبات میکرده، میگه از به بعد من پشیمونم، خدا من پشیمونم که این آبونه از اون سر زده. پس نکته اول پشیمون شدن. نکته دوم اعتراف به آبون، یعنی بیاد بگه خدا من میدونم این کار من اشتباه بود، این کاری که من انجام دادم کار درستی نبوده، اعتراف میکنه خدا من خودم میدونم. سومش قبول بکنه که از این به بعد دیگه آبون نکنه. این نکته اصلی تمام تشوبه ها اینجا، یعنی اگر انسان خیلول شبات کرده و الان دوباره میاد خیلول شبات میکنه، تشوبه هم کرده، خوش چه فایده داره؟ پس نکته مهم اینجاست که انسان اگر آبانی داشته و الان میخواد بیاد کنار بذاره، از این وقت هیچ راه نکنه. تا حالا حرف بد به زنش میزده، زن به شوهر میزده، یا توهین بهش میکرده، از این وقت باید کنار بذاره دیگه، نکه دوباره اما آبانه داشته باشه. پس این هم نکته سوم هستش. خب اما اینا چیزی بود، آبونایی هستش و روش تشویه برای تمام گناه هستش. حالا در مورد لاشونارا چیز دیگه که اضافه میشه بر اینجا،
اینجا حالتی هست که اگر لشون را گفته آبرو کسی نبرده، همینجا کافی هستی چند تا نکته. اما اگر که حرفای زشت تعریف کرده، آبرو طرف رو برده، یا آسیب به طرف رسونده، یا ضرر بهش زده، کسی دیگه باهاش مثلا معامله نکرده، یا حتی هیچ کنم از اینا نبود، طرف ناراحتش کرد. همین که انسان تو غم و تو غصه و ناراحتی رفته، اینا اضافه میشه بر خطاش و اینجا هستش که آبون سنگین تر میشه. یا آبونایی داریم که نوشته یومکی پوریم اینو به خطر از چه فیر دیرسه از خره رو روز کیپورم آبون انسان بخشیده نمیشه تا این که بره از رفیقش عذرخواهی کنه و از دلش در بیاره. یه هم میدونید که کار سختی هست، یعنی یه نفر بخواه بره نزد فلانی بگه من مخیلان بکن، این کار ساده ای نیست. بنابراین چقدر خوب هستش که آدم از اول جلو به زبونش نگه داره که بعدا دچار این درد سرا نشه، یعنی بخواد بدو بره و پیداش بکنه و ازش مخیلا به طلبه. چون مخیلا طلبیدن نکته اصلیه توی این قسمت به حساب میادش. بنابراین اون موقعی که میاد از دل طرف میخواد در بیاره، خوب هستش که خودش بیاد و سعی کنه که دیر نشه. مثلا فرض کنیم الان 6 ماه مونده تا روز هشانه و کیپور، حالا خب باشه روز هشانه برسه، کیپور وقت خوبی هست، اون موقع برم و ازش مخیلا بطلبم. طبعا نه، نه اون موقع، سریعتر الان زودتر برو که مشکلی برای تفیلای ما هم نباشه. یعنی وقتی آدم به شما کرد و مخیلا طلبی، تفیلاش هم بهتر به رضای هشم قبول میشه. البته نمیشه که اگر واقعا ببینه اگر بره پیش طرف الان قبول نمی کنه، خیلی سخته، خیلی محکم وایستاده. یه خیلی خوب اگر واقعا توصیفی هست باش، میخواد بگذاری آدمه کیپور بعد روی کاغذی بندید یا بید نره. اگه که روششانه و سریخوت و کیپور برسه ایشون اصلا یادش رفته باشه. اگر یه موقع هستش که یه نفر عادت کرده لاشونه رو میگه، بعض وقتا فکر میکنه چون که این همه دیگه ازش گذشته، یه احتیاج نیستش که من بخوام اصلا برم اصلا عذرخواهی کنم، بفهمان نه، سعی کنه که حتما مخیلا از طرف به طلبه. آنها خواهد یه مثال میاره، میگه یه شخص بود، ایشون یه تاجستان بزرگی داره. یه روز ایشون مجبور شد که بره سفر، مجبور شد که بره یه شهر دیگه. قبل از که بخواد بره به شهر دیگه، اومد یه پولی داد به یه نفر دیگه، تو ببین یه خواهش ازت دارم، بیا پول دستت باشه به تاجستان من رسیدگی کن، مدت زمانی که من نیستم تو رسیدگی کن، بیا بهش برس جایی که لازم هست، بیا آبش بده و رسیدگی به تمام قسمتات داشته باشه. چون خیلی خوب این آدمه، این آدم تنبلی بوده و اصلا احساس مسئولیت نمی کرده. یه جایی میبینه دیوار پاکستان خراب شده، نه ولی اون کمک مال من هستش، اصلا فکرش هم نبره که درستش بکنه. حیوان ها می اومدن توی باغه، می اومدن توی تاجستان، بازم اهمیت نمی ده، بیان میوه هاش می خورن، انگور هاش می خورن، آسیب می زنن، ضرر می زنن، اصلا براش مهم نیست. یه مدت می زنه و صاحب بر می گرده، موقع که میاد می بینه وای که تاجستان خیلی وضعش خراب شده، فورا شروع می کنه همه جاش خرابه. یه ورش که اصلا کثیفه، یه ورش که اصلا همه میوه خراب شده، از اون طرف دیوار ریخته به هم. اینجا هم موقع دیگه شروع میکنم درستش کنم، شروع میکنه از دیوارایی که خراب شده، دیوارایی که ریزش پیدا کرده، اینا رو درست بکنه. یه همسایه داره، همسایه وقتی رد میشه ازش در مشغول کار است، ازش میپرسه چه خبری، خطو داری سخت کار میکنی؟
این تاکستان دیگه اصلا وضعش خراب هستش، چه فایده داره تو یعنی داری زحمت میکشی؟ جواب چی میده؟ اصلا یه حرف درستی هست. میگه ببین درسته که حالا یه آسیب اینجا پیش اومده، درسته حالا خراب شده، اما هر موقع جلوی ضرر بگیرد نفسش، من مجبور هستم که الان بیام درستش کنم. اگر درستش نکنه خب بدتر خرابتر و خرابتر میشه. پس هر چه سریعتر و هر چه زودتر میادش و رسیدگی بهش داره. این میخواد چی به ما بگه؟ اینجا میخواد بگه یه مثال اینجا میخواد به ما اشاره کنه. اون گذشته اگر انسان حالا میشه خودش فکر کنه او اگر من بخوام بیان بشینم این غیبت هایی که کردم بشماره هم او میکشه به فرسان میلیون ها رشون دارا دیگه چیزی من میتونم این هستی خونش کنم تموم شد و در. اگر اینجوری فکر بکنیم دیگه ناامید میشه، تشوبه نمی کنه و بازم ادامه میده. اینجاست که بهش میگن هر جا جلو به ضرر بگیری نفر. درسته؟ تو 1,000,000 فرسان رشون دارا گفتی؟ دوباره میخوای اضافهش کنی؟ خب تا سال بعد اگر ادامه بدی 1,000,000 دیگر اضافه میشه، پس میشه 2,000,000، مخواه سختر میشه. الان که 1,000,000 هست باز هم میتونی بیایی که شما بکنی، باز هم میتونی بیایی پیش هشم التماس پیش هشم داشته باشی که هشم آبونت رو ببخشه. و ممکن است اشکال ما پیش خودمون فکر کنی حالا که اومده غیبت کرده پشت سر فلانی و فلانی، یه اصلا ممکنه که دسترسی بهش هم نداشته باشه. اینجا هم تفیلا میخواد، اینجا باید تفیلا پیش هشم بخونه خدای را خودت کمک کن و یه کار کن که اگر که کسانی هستن که من در موردشون لشون را گفتم آبون کردم، موقعیتی پیش بیاد ببینمشون یادون باشه به خیلا بطلبم که آبون پاس بشه. یعنی اینجا هم باز کمک هشم رو لازم داره. بنابراین اینجا هستش که این مثاله میخواد همین رو به ما یاد بده که درسته حالا اگر گذشته اشتباه کرده این دلیل نداره که بازم بخواد بیاد در آینده اشتباه و نقصان خودش رو بازم بخواد داشته باشه. کسی که آبونه لاشون آره از این سر زده به طور کلی، خب یه نکته که اینجا ممکنه مطرح بشه، طرف اصلا خجالت میکشه بره پیش رفیق خودش بهش بگه آه من پشت سر تو رفتم فلان حرف زدم، من پشت سر تو رفتم بدید گفتم، بدی بچت گفتم، پسرت گفتم، دخترت گفتم، توی اصلا مسئله خیلی خرابتر میشه و مسئله بدتر میشه. پس اینجا دیگه خب یه درایتی میخواد، اگر بتونه کامل بگه براش خیلی بهتر است، ولی اگر واقعا میبینه بدتر میشه حداقلش همین است بگه من مخیلا بکن و یه موقع پشت سر تو لشون را گفتم، ولی اگر واقعا میبینه وضع خرابتر میشه نگه، اگر میتونه بگه که خیلی عالی، ولی بالاخره بره به یه شکلی راضیش کنه که مخیلاش بکنه. خب نبوده غیبت کردن و اصول لاشون ها را گفتیم که اینجا تنظیم آبون درش هست، اول که از اصول لاشون ها را میگذره و میسوایی که بنادام لخوه رو هستش هم داره زیر پا میگذره و میسوایی بنادام لماقوم هم هست، یعنی در رابطه با هشم هم هستش که تنظیم مرتبه در طورا تحکیز کرده که غیبت و لاشون ها را نداشته باشه. مثال اگر این نفر ببینه رفیقش وقتی میان ازش قرض بخوان نمیده بهشون یا به هیچ کس هیچ کمکی نمیکنه، یه آسیب هستش که بده برای دیگران تعریف کنه و آبروش ببره. ایشون رفته پیش فلانی میدونه داره، بله یه مقدار پول میشه به من قرض بدید، ایشون نداره، حالا به هر دلیل این نمیتونه طرف بیاد همه جا برای همه تعریف کنه آه فلانی من رفتم پیش فلانی پولی که لازم داشتم به من قرض نداد. اینجا حتی اگر که گفتیم ایشون در توانش هست یا در توانش نیست، در هر حالتی که باشه این درست نیستش که بخواد بیاد و
چنین تعریفاتی رو داشته باشه. اگر پس یه نفر از اساسی احتیاج به پول در پیدا کرده یا از رفیقش میگه بدین یه مبلغ کمی از دست میخواد، اون موقع مثلا رفیقه مشغول کار دیگه هستش و بهش میگه مزاحم من حالا نشو، حالا پول ندارم. یه نفر که کنار دست اینا ایستاده و این صحبتهای بین این دو نفر که رد و بدل میشه میشنوه، عصبانی میشه بر این جوابی که ایشون داده، که خودش میگه بله حتما ایشون دروغ میگه، من یه قرض مبلغ کم این براش مسئله نیست و ارزش خوب هستش، توانایی داره، امکان داره که به دیگران کمک بکنه. ایشون شاید پیش خودش بیاد فکر بکنه بله من باید برم به دیگران بگم ایشون داره، من دیگه ندارم. من در صورتی که ایشون حالا یا معاونش هستش یا کارگر اونجا هستش میدونه، یا حسابدارش هست میدونه ارزش خوب هستش، بازن اینجا اجازه نداره که بره برای دیگران تعریف کنه که ایشون تو حسابش هر چی بخواد پول هست، ایشون خسیس هست و کمک نکرده، اجازه نداره که بخواد بیاد و چنین صحبت بکنه نزد دیگران. با وجود این که منظور ایشون چی هست؟ منظورش این هستش که طرف بیاد دست دهندگی بیشتر داشته باشه و به دیگران کمک بکنه. وقتی که گفتیم یه نفر آبروی کسی رو میبره و میگه مثلا به دیگران کمک نمیکنه، اگر همین رو بگه یه از اسطور لاشونارا گذشته، حالا اگر که بیاد بدی رفیقش رو تعریف میکنه و میگه که حتی به خانواده خودش هم اصلا نمیرسه، کمک نمیکنه، اینجا آبون بدتر میشه، یعنی نظر مردم یه شکل دیگه میشه و موقعی که میان در موردشون دارن صحبت میکنن این مسئله یه مقدار گسترش بیشتر پیدا میکنه که مربوط به خانواده هم میشه که حتی به خانواده خودش هم نمیرسه. بنابراین اینجا آبون سخت‌تر است. و همینطور اگر که اگر خود طرف بیاد منم رفتم ازش پول خواستم به نداد، اینجا گفت از اینکه لاشون آره هستش، یه چیز دیگه هم داره اضافه میشه. چی اضافه میشه؟ لاتی طور کینه توزی نکن. حالا دستور دیگه داریم که دشمنی تو دل نمیشه نگه داشت. یه نفر که به طرف بدی کرده نمیتونه که دشمنیش رو تو دل نگه داره. پس الان که میان بهش میگن رفتیم پیش فلانی و فلانی ازش پول خواستیم به اون قرض نداد، پس اینجا وقتی شورم داره میگه به من هم نداد یه همچین، یعنی از وقت حالا این دشمنی تو دلش نگه داشته و اون ناراحتی قبلی رو داره و بدی که ایشون در واقع انجام داده همیشه یادش هست. بنابراین تو را به ما دستور داده که تو دلت و تو قلبت اصلا چیزی رو نگه ندار و همینطور اگر که حالا اینجا لوتیتور هستش که کینه تو دل نگه ندار، یه موقع هستش که حالا میخواد اصلا انتقام هم بگیره چون کمکش نکرده، به عنوان انتقام میخواد بیاد ها شما به کمک نکنید یه موقع خواستا، یعنی میشه لوتیفون. پس از یه دستور دیگه هست لوتیفون داریم، لوتیتور داریم. لوتیفون انتقام نگی، یعنی پس با این کارش میخواد چه کار کنه؟ میخواد انتقام بگیره. پس اینجا هم باز از یه آبان دیگه هست که توی قسمت داره میگذره. به طور کلی کسی که خاری میاره بر رفیقش، آبروی رفیقش رو میبره به خاطر خصلت‌های بدی که داره، اخلاق منفی که داره، این هم باز خوب نیستش. کسی نمیتونه بیاد تعریف کنه در مورد رفیقش، برای دوستاش رفیقش تعریف میکنه که اصلا اخلاقش خوب نیست، اصلا نمیشه با اینطور آدمی زندگی کرد. بله یه اصلا از بچگیش که من میشناختمش همه جوری بود، از بچگیش با همه میومده تخدیری داشته، همیشه با همه در دعواش بوده، آدم همه جوری هستش، نمیتونه بیاد برای دیگران تعریف کنه
فلانی اصلا عقلش درست کار نمیکنه. گفتیم تمام اینا راست اگر باشه، راست هم داره میگه، دروغ هم نمیگه. اگر اون کسی که داره تعریف میکنه اگر راست گفت یه لاشون دارد، اگر که میاد بزرگش میکنه، دو تا نکته گرم اضافهش میکنه، یا دیگه بدتر از اون موقعی هست که اصلا حرفی که میزنه راست هم نیست، موقع دیگه گناه و خطاش بسیار سخت‌تر میشه. موقع میشه چی؟ از لاشون هارا تبدیل میشه به موسیشم رح، یعنی اسم بد برای دیگران داره در میاره. چه لاشون هارایی باعث میشه آسیب میرسونه به دیگران و بعض وقتا درمان و علاج و تیخونش هم بسیار سخت میشه. تعریف شده برش دیروز دیدی فلانی اصلا چه حرفی زد، چه نادونی رفتار کرد، چه عملی که ایشون انجام داد مثل آدم های عاقل نبود. فلانی میدونی فلانی خیلی بیسواده، یکی چی اصلا میقرام بلد نیست بخونه. فلانی یا بدتر از این چی هستش؟ موقعی هستش که در مورد فلان راب صحبت کنیم، فلان راب فلانی خیلی معلوماتش باید ولی علاقه بلد نیست، یه هم درست نیستش. درسته بالاخره ایشون راوی هستش، حالا داراش میکنه، ممکن از دیورتورایی میگه و پاراشای هفته صحبت میکنه، علاقه خیلی وارد نیست، ولی طریقه بیانش طوری نباید باشه که در واقع میخواد آبروزی برای طرف باشه. فلانی نه اصلا علاقه بلد نیست، این طریقه بیان درست نیستش، چون که بی احترامی کردن به تلمیذ خخامین اینجا باز آبان سنگینی هستش که غیبت و لاشون هارا پشت سر چنین کسایی اینجا آبان سخت‌تر و سنگین‌تر میشه. بنابراین این هستش که خامنه‌ای خیلی داره به ما یاد میده چقدر باید مواظب باشیم تو گفتار خودمون که لغزش‌ها و اشتباهات رو نداشته باشیم. از خدا می‌خوایم که انشالله هرچه موفقیت بهمون بده، بتونیم زبان خودمون رو خوب نگه داریم، اشتباه اون نقص تو زندگی نداشته باشیم و انشاءالله که موفق بشیم.